ماجرای کشتار سال 67 چیست و اعدام‌های دست جمعی زندانیان عقیدتی سیاسی در تابستان آن سال چه ابعادی داشت؟ همکارم کوروش آلادین در استودیو با ماست با مروری بر این رویداد. آریان، 35 سال پیش جمهوری اسلامی ایران به روایتی بیش از 4000 زندانی سیاسی رو اعدام کرده. هزاران مخالف و منتقد سیاسی سال 67 تو زندان‌های ایران نگهداری می‌شدند. یک هفته بعد از اینکه ایران و عراق بر سر توافق پایان جنگ در واقع توافق رسیدند و این قطعنامه را امضا کردند، گروه مجاهدین خلق یک عملیاتی انجام داد به نام فروغ جاویدان و به نیروهای ایرانی حمله کرد. جمهوری اسلامی این حمله رو که تو مرزهای غربی ایران بود مسلماً خنثا کرد، اما تصفیه حساب اون در تهران و برخی از زندان‌های دیگه انجام شد. در یک سری محاکمات خیلی سریع و غیر علنی به این صورت که یه گروه 4 نفره نشسته بودند که بعدا این گروه 4 نفره شد هیئت مرگ، با تنها چند تا سوال در مورد اعتقادات زندانیان برای اونها حکم اعدام صادر کردند. بیش از 4000 زندانی سیاسی عمدتاً وابسته از مجاهدین خلق و گروه‌های چپ مخالف جمهوری اسلامی که بعضی از اونها حتی حکم داشتن و حکمشون زندان شده بود، حکم قطعی داشتن، به جوخه‌های اعدام سپرده شدن. این هیئت مرگ نام‌های آشنایی داشت: حسین علی نگری، حاکم شهر، مرتضی اشراقی، دادستان وقت تهران، سید ابراهیم رئیسی، معاون وقت دادستان تهران و مصطفی پور محمدی، نماینده وقت وزارت اطلاعات، به عنوان اعضای هیئت مرگ معرفی میشن. روایت‌هایی هست که این هیئت به دستور آیت الله روح الله خمینی تشکیل شده. حکومت جمهوری اسلامی درباره این کشتار اطلاعات چندانی ارائه نکرد، اما چند سال پیش فایل صوتی از حسن علی منتظری، قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی، در سال 67 منتشر شد که گویا آقای منتظری در این دیدار با اعضای این هیئت مرگ از اونها انتقاد میکنه و میگه که این کشتار بزرگترین جنایتی است که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده. به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه و دست شما انجام کرده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ میریزن. این بخشی از صحبت‌های حسین علی منتظری بود که در واقع یه جورایی نشون داد این جنایت به چه صورتی بوده. از اون هیئت مرگ ابراهیم رئیسی، همکنون رئیس جمهور ایران، مصطفی پور محمدی در دولت‌های احمدی نژاد و روحانی وزیر بوده و حمید نوری که الان در سوئد محاکمه میشه متهم است که عضو هیئت مرگ در زندان گوهردشت کرج بوده.